گفتش که یعنی میشه کنسل بشه پرواز؟ گفت مامان اگر چی باشه خود اوکراین پرواز نمیکنه، چون این هواپیما مال خود اوکراینه. دیگه با ما خداحافظی کرد، وقتی رفت همیشه عادتش برگشت گفت مامان یه بغل دیگه به من بده، منو بغل کرد. بعد گفت چه شب مزخرفیه مامان امشب. شما بگه آشپزی. آشپزم. چرا داری آشپزی میکنی؟ شما بلد نیستید. چرا پس هرچی میگم گوش نمیکنی؟ خب الان میان شام میخوان. زندگی ما نابود شد. الان من به جای که عسلمو بغل بگیرم باید اینو بغل بگیرم. شب تا صبح تو فکر این باشم که اونا تو هواپیما چه بهشون گذشت. مسئله اینه که زمان خاک سپاری ما نبودیم هیچ کدوم. اینا اجازه نداشتن بچه‌های ما رو به خاک بسپارن، ولی این کارو کردن. و بعدم تا وقتی که ما بعد از 2 سال که میخواستیم بیایم زنگ زدن که اسم شهید بذارن روی قبر بچه‌ها، که من گفتم شما اجازه ندارین این کارو بکنین. تا حتی به من در اومدن گفتن مگه شما با شهید مخالفی؟ گفتم نه، من قربون شهدا میرم، من کجا باشم که بخوام با اونا مخالفت کنم. ولی مسئله اینه که بچه من شهید نشده، بچه من کشته شده. یعنی ما اجازه نداشتیم چیزی رو به کسی بگیم. ما اطلاع رسانیمون رو کرده بودیم، ولی لازم بودیم بررسی صورت بگیره. حالا اینکه چند روز طول کشید تا این خبر رسانه‌ای بشه، این نه به خاطر اینکه کسی میخواست کتمان بکنه. کسایی که مثلا سلامی و نمیدونم حاج اسماعیلی و نمیدونم حاجی زاده و نمیدونم عابدیه، که خود همین کسایی که همه رأس کار بودن و آقای ظریف با اون خندش و اینا، تمام اینایی که رأس کار بودن یکیشون تو مگه تو اون دادگاه بودن؟ خودشون بر خودشون دوختن بریدن، بعد گفتن که من تعقیب دادیم. که اینا تعقیب شدن؟ هنوز که هنوز باورم نمیشه، چون من هیچی ندیدم، حتی جنازه بچه‌مو به من ندادم. من مادر خیلی بدی بودم که اجازه دادم اون شب بچه‌م بره تو هوا بیم. ما توانستیم به موشک‌های بالستیک هم جهت بدیم در جهات مختلف حرکت بکنه. 3 تا بچه منو کشتن. اصل من خواب بود. مار با آدم خواب کار نداره، این از گرگ بدتره. بچه من خواب بود، اصل از بس گریه کرده بود تو هواپیما. عکسشو امیر فرستاد همون موقع، گفت اصل خوابه. تو اون زمانی که اینا شلیک اولو کردن که همه هوشیار شدن تا شلیک دوم، چون اینا وقتی پرواز کردن خیالشون راحت شده که دیگه رفتن. شلیک اول که شده تا شلیک دوم بر اینا 30 ساعت شده. اون 30 ثانیه همش میگم، همه شب میام بخوابم، میگم تو اون 30 ثانیه امیر عسلا تو بغلش گرفت یا سارا رو. بله، مراسم سوگواری برگزار بشه. در این شکی نیست، حرفی نداریم. کدوم مراسم؟ کسی به شما کار داشته شما بیرون اونجا براش مراسم بگیری؟ من مراسم اینا رو تو نیویورک دیدم، کلیپشو دیدم، قشنگ آروم نشستن دارن حرفشون رو خیلی خوب بزرگ داشت دارن میگیرن، گل میذارن، شم میذارن. بعد یهوی حمله صورت بگیره به چی؟ به یکی دیگه از مؤلفه‌های امنیتی کشور، یعنی قدرت موشکی؟ مسئله تهدیدو که علنی نبود، تهدیدو جوری بود که مثلا سر سالگرد ما 2 تا پوستر بزرگ من دادم، خیلی بزرگ، از عسل و امیر که هیچ چیزی هم نداشت. 7:30 شب مسئول ساختمون اومد جلوی مجتمع این طرف و اون طرف زد. 5 صبح که ما اومدیم بریم شاهد شهر رو بریم فرودگاه، من دیدم نیستن پوسترها.
به نگهبان گفتم پوسترها چی شدن؟ گفت ساعت 3 شب دو نفر اومدن گفتن کندن اینا رو. گفتم تو چرا گذاشتی بکنن؟ گفتش که به خاطر اینکه به من گفتن که شوکه رو این چیزا دستشون بود، به من گفتن برو توی جایگاهت، که ما دیگه نفهمیدیم از کدوم ارگان بودن، از کجا اومده بودن، حتی عکسارم تحویل نداده بودن، برده بودن با خودشون. چجوری میشد که این هواپیما بشینه تو این شهر رو بگن اینا گم شده بودن؟ اصلا الان اومدن که بشینن تو این شهر. اون موقع دیگه فکر میکنم من هیچ آرزویی نداشتم، فکر میکنم من خوشبخت در این آدم دنیا بودم اگه این اتفاق میافتاد. نه، من همه اون 176 هزار نفر خوشحال میشدن. من روزی 1000 بار این هواپیما رو میبینم، آرزوی مرگ خودم رو میکنم. ایران به دادم برس، امیر به فریادم برس مادر. بین المللی هم کاری نمی کنه، هنوز هیچ کاری نشده. هواپیما سقوط کرد، چرا نذاشتن ما بریم خودمون بریم جنازه بچه هامونو جمع کنیم؟ چرا نذاشتن ما بریم لاقل اونجا رو ببینیم؟ چرا سری با خاک صاف کردن؟ بلا فاصله همه جا رو با لودر صاف کردن، موبایل ها اینا رو هیچی ندادن. سازمان ملل و حقوق بشر و اینا همه یه ابزاریه برای ابرقدرت ها، همش دروغه، همش دروغه. اگر راست میگه سازمان ملل، دیوان لاهه راست میگن، بیان یه دادگاهی بذارن که واقعا جواب سوالات ما رو بده. دلم واسه تنگ شده، ولی بیرون رو ببین، داریم کم کم پرواز میکنیم، داریم میچرخیم، ولی دلم واسه تنگ میشه. ولی خب میدونم که زود میان، همش دو هفته دیگه میان. ما هر سال میریم ایران و برمیگردیم. بعدش هم حال پریسا بهم گفته که میدونیم بریم ایران کیک درست کنیم توی جای بازی. بعدشم خیلی دوست دارم برم ایران، دلم واسه ایران هم تنگ شده، ولی چون که میدونم تو هم میاید دلم واسه زیاد تنگ نمیشه. بابا میبینم ات با صحبت میکنم. جده خالی، کاچه خالی، خانه خالی، جای من خالی، جای من خالی، شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی، کوچ کرده دست دست آشنایان اندلی با خالی، باغچه خالی، شاخه خالی، وای از دنیا کی یار از یار میترسد، غنچه های تشنه از گلزار میترسد، عاشق از آوازه دیدار میترسد. این صدای آمریکاست.